در پی دعوت دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری از روسیه برای منتشر کردن ایمیل‌های دموکرات‌ها، وی دیشب شدیداً از سوی دموکرات‌ها از جمله دو مقام نظامی و دفاعی پیشین آمریکا قرار گرفت. در همین حال، سناتورهای ارشد کنگره خواهان تحقیق در مورد هک شدن ایمیل‌های کمیته ملی دموکرات‌ها شدند که به روسیه نسبت داده شده. گزارش از همکارم شهلا آراسته. Please welcome the former Secretary of Defense and Director of the CIA, Leon Panetta. لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، دیشب در یک سخنرانی پرحرارت در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها گفته‌های دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری، را در ارتباط با روسیه باور نکردنی توصیف کرد. Donald Trump, who wants to be President of the United States, دونالد ترامپ که می‌خواهد رئیس جمهوری آمریکا بشود، از یکی از دشمنان ما می‌خواهد برای هک کردن و جاسوسی علیه ایالات متحده آمریکا تلاش کند. برای من، به عنوان کسی که مسئول حفاظت کشور از حملات سایبری بوده، باور نکردنی است که یک نامزد ریاست جمهوری تا این حد غیر مسئول باشد. اولین انتقاد از مطالب آقای ترامپ در مورد روسیه دیشب از طرف دریاسالار بازنشسته جان هاتسون مطرح شد که مقاصد دونالد ترامپ را مجرمانه خواند و همچنین انتقاد وی را در مورد سناتور جمهوری‌خواه جان مکین که قهرمان جنگی آمریکا نیز هست به شدت مورد سرزنش قرار داد. او حتی زندانیان جنگی ما را مانند جان مکین مورد تمسخر قرار می‌دهد. من در نیروی دریایی با جان مکین خدمت کردم و هم حزبی جان مکین هم بودم. دونالد، تو حتی لایق تمیز کردن پوتین های جان مکین هم نیستی. صبح چهارشنبه، پس از آن که دونالد ترامپ مطالب جنجال برانگیز خود در ارتباط با روسیه را در یک کنفرانس خبری ابراز کرد، تیم مطبوعاتی او تلاش کرد گفته هایش را توجیه کند و گفت منظور او این بوده که روسیه باید ایمیل های مذکور را به FBI تسلیم کند. همزمان دو سناتور ارشد آمریکا، چاد گراسلی رئیس جمهوری‌خواه کمیته قضایی سنا و پاتریک لیهی هم ردیف دموکرات او، از مقامات فدرال آمریکا خواهان تحقیقات در مورد هک شدن ایمیل‌های کمیته ملی دموکرات‌ها شدند که موجب آشفتگی سیاست‌های حزبی دموکرات‌ها در این کنوانسیون شد. این دو سناتور هشدار دادند که کرملین تلاش می‌کند با جاسوسی سایبری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند و آن را حتی از جاسوسی‌های متعارف جدی‌تر خواندند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.